با سلام، من لیلا خیراندیش هستم، متخصص بیماری های خواب در کودکان و متولد تهران. سال 1351 در تهران دنیا آمدم. تحصیلات ابتداییمو در تهران گذروندم و وقتی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم برای ادامه تحصیلم رفتم به دانشگاه دمشق در سوریه که اون موقع و البته این دوران خیلی گذشته، زمان گذشته است، ولی وقتی که من رفتم سوریه تنها یکی از نادر دانشجوهای ایرانی بودم که در اون دانشگاه درس میخونه. دانشگاه دمشق به زبان عربی بود و برای من خیلی سخت بود اولش که زبان عربی رو یاد بگیرم، چون من فکر میکردم همینقدر که من در مدرسه شاگرد ممتاز بودم و زبان عربی هم همیشه نمره هم 20 بوده و انگلیسی هم بلدم کافیه. اما وقتی که رسیدم همون ورودی فرودگاه متوجه شدم که من تقریبا عربیم صفره در مقابل اون چیزی که باید میدونستم. و سفارت ایران اون موقع سالی یه دونه دانشجو معرفی میکرد، یک کاندید دانشجو معرفی میکرد که شما باید نمره های یه سطح لول خاصی داشت برای پزشکی و باید همچنین خود دانشگاه دمشق قانون گذاشته بود که خارجی ها باید حتما یه دونه مدرک زبان عربی هم داشته باشن. و وقتی که من رسیدم حدود ماه فروردین بود، به من گفتن که این مدرک زبان عربی دوره‌ایه که بچلور میده، به اصطلاح یه حالت فوق دیپلم داره و حدود یک سال و نیم طول میکشه. سه لول داره. لول اول حروف الفبا و اینا رو یادتون دارن، لول دوم شما صرف افعال رو یاد میگیرین و لول سوم وقتی که دیگه شروع میکنیم به محاوره. و دانشگاه هم خب قرار بود ماه شهریور باز بشه. اینه که به من گفتن اگه شما میخوای واقعا وارد پزشکی بشی، تنها راهش اینه که تا شهریور مدرکتو بگیری. خلاصه این باعث شد که چون من خیلی علاقه داشتم به پزشکی و دوست داشتم، خیلی موتیویت بودم به اصطلاح، شروع کردم به انستیتوی خاصی که داشتم برای خارجی ها رفتن و هر روز من مثل این بچه های مدرسه ای کیف و کتابم ورم داشتم، روزی 3 ساعت میرفتم کلاس، بعد برم گشتم خونه و یه برنامه ای تو تلویزیون بود به اسم، الان خارجیش میشه اوپن سسمی، ولی اونجا ترجمهش کرده بودن به زبان عربی برای کودکان، افتح یا سمسم. بعد دیگه این تو این برنامه کلمات رو یاد میداد، مثلا بشمریم 1 2 3 4 به عربی. بعد نمیدونم یه دونه عروسک میومد میگفتش که مثلا اینجا بزرگ، کوچک، نزدیک، دور. خلاصه همینطور من با اینا تکرار میکردم. من دقیقا یه بچه 5 ساله‌ای بودم که باید زبون یاد میگرفتم و چون هم خودم خیلی علاقه داشتم، خیلی دوست داشتم زبونم، برای من جالب بود یاد گرفتنش، همین که خیلی مشتاق بودم که برم وارد دانشگاه بشم و حاضر نبودم که 1 سال صبر کنم. اینه که من واقعا در این چند ماهی که در انستیتوی زبان گذروندم نهایت سعی خودم کردم و با بالاترین نمره هم فارغ التحصیل شدم. درست 10 روز قبل از اینکه دانشگاه شروع بشه به من این مدرک به اصطلاح بچلر زبان عربی رو دادن و من وارد شدم. منتها اینجاشو یادشون رفته بود به ما بگن که وقتی شما عربی رو در انستیتوت یاد میگیرین، شما عربی زبان فصیح یاد میگیرین و وقتی که وارد دانشگاه میشین، خب مردم عادی که زبان کتابی صحبت نمیکنن. خلاصه من و یه خانم دیگه دوست من بود، مال سودان بود، ما با هم رفتیم روز اول دانشگاه و من نمی‌دونستم که کلاس ها کجاست. قشنگ این خاطره یادمه، البته این موضوع 20 سال ازش گذشته، ولی من یه نفر رو متوقف کردم گفتم ببخشید کلاس در کجا است به عربی. طرف گفت شو همچنین یعنی چی؟ بی اینجا ببینم، فکر من مثلا از این شاگرد با حالام که میخوام روز اول شوخی کنم. خلاصه اینا از همون لحظه اول اسم من گذاشتن دختر خارجی دیگه، یعنی من اسم و فامیل نداشتم تا وقتی که من از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. به من گفتن بنت الاجنبیه، دختر خارجی. ولی خیلی خیلی دوران خوبی بود و من الحمدلله شاگرد ممتازی بودم، با وجود اینکه زبان عربی بسیار سخت بود و 2 سال طول کشید تا زبان عامی رو یاد گرفتم، زبان عربی محاوره رو یاد بگیرم که خیلی هم مشکله، ولی هم خیلی خطم خوب بود، هم دفترام مرتب بود، هم امتحانام همه نمره هم خوب بود. اینه که من واقعا شاگرد خیلی خوبی بودم و اونا هم خیلی منو دوست داشتن. بعد من وقتی که سال آخر پزشکی بودم، یکی از دوستای من رفته بود در دانشگاهی در انگلستان و
یادم نیست کجا دقیقا رفته بود و من وقتی که دیدم که تو کلاس داشتی کتاب انگلیسی گذاشته بود همچین جلوشو پوز میداد و اینا، من گفتم این کتاب از کجا آوردی؟ گفت من فلان رفتم دانشجوی چیز بودم، اکسچنج استودنت بودم، یه ماه رفتم انگلیس. من به خودم گفتم این که اصلا انگلیسیش خوب نیست، چه جوری تونسته بره؟ بهش گفتم تو چه جوری مثلا اکسچنج گرفتی و اینا. خلاص این به من راه و چاهشو یاد داد، گفت شما مینویسی به دانشگاه، اونا میگن بیا. بعد من گفتم خب حالا که اینطور شد من یه همچین کاری بکنم، چون من خیلی دلم می‌خواست که همیشه دلم می‌خواست که تحصیلات بالاتری داشته باشم و دلم می‌خواست که برم آمریکا. برعکس همه جای دنیا من فقط این یه مکانو دوست داشتم. حالا شاید هم دلیلش این بودش که از بچگی خاطره خوبی داشتم، ما مسافرت کرده بودیم به آمریکا با پدر مادرم، خاطره خوبی داشتم. خداییش نمی‌دونم چرا مثلا هیچ وقت نمی‌خواستم برم اروپا. به هر حال من حالا چجوری باید نامه بنویسی؟ اون موقع این قصه ها مال زمانهای عهد عتیق، اصلا کامپیوتری نبود که کسی کامپیوتر شخصی داشته باشه، همه تایپ میکردن. خلاصه من یه دانشجویی بود اونجا مال اردن بود که من بهش گفتم ببین تو زبان انگلیسیت خیلی خوبه و بلدی که ورد داکیومنت کار کنی، اصلا فکر کنم اون دیگه خدا سلام. بعد اون گفت من برات یه دونه چیز کوچولو مینویسم که مثلا دانشگاه فلان، من یه دانشجو هستم سال آخر و میخوام بیام اکسچنج استودنت بشم. خلاصه این تایپ کرد، بعد من اینو بردم زیراکس کردم. بعد آدرسارم از روی دفترچه کاپلان پیدا کردیم که این دانشگاه های امریکا کجا هستن و اینو فرستادم من با پست و تمبر و فلان. و اون موقع ایمیل نبود، اون موقع این حرفا نبود. بعد از همه این جاهایی که من اپلای کردم دو تا جا برام جواب اومد. یکیش در استان کنتاکی بود که اتفاقا اون موقع خاله منم اونجا زندگی میکردن و خیلی برای من به اصطلاح پارتی بازی کردن و تونستن به جای مثلا دو ماه اکسچنج استودنت 6 ماه بگیرن. و یه جای دیگه هم از همین نورت وسترن یونیورسیتی تو شیکاگو اومد که دو ماه فقط به من برای دو ماه بیان شما روتیشن انجام بدید. و من اون موقع خیلی دلم میخواست بیام شیکاگو، فکر میکردم که مثلا خب شهر بزرگ نورت وسترن اسمشو بلد بودم، ولی مادر پدرم گفتن که نه شیکاگو شهر گنگستراست، نه بریم خونه خالت خیلی بهتره. خلاصه من اومدم 6 ماه به عنوان اکسچنج استودنتی که از ناف عربا اومده، اومدم دو ماه در روتیشن های مختلف روتیشن انجام دادم و اون موقع متوجه شدم که با وجودی که من زبانم خوبه و شاگرد خیلی خوبی هستم، ولی واقعا درس خوندم به زبان انگلیسی و خودی نشون دادن توی بیمارستان خیلی کار سختیه و این باعث شد که من خیلی کار کنم و خیلی زحمت بکشم و این دوران فقط دوران دانشجویی بود. وقتی که من برگشتم به دمشق به اصطلاح فارغ التحصیل بشم، دیگه از منو جذب کردم که من حتما دلم میخواد برم آمریکا و از اولم تو فکرم بود که دوست داشتم ریسرچ کار کنم، دوست داشتم تحقیقات کار کنم. و اتفاقا تو این دورانی که من دانشجو بودم، به اصطلاح دانشجوی اکسچنج بودم، یک پروفسوری بودش که در بخش ریه بود و این به من گفتش که اگه شما یه روزی خواستی برگردی ریسرچ کار کنی به ما بنویس. پس من تا برگشتم به اینا نوشتم که آره من خیلی خوشحالم و تو رو خدا منو بگیرین و اینا به من گفتن که بله شما بیا، ما به شما یک ریسرچ کوردینیتور پوزیشن میدیم. منم فکر کردم خب ریسرچ توش داره، کوردینیتور پوزیشن یعنی چی؟ حتما یعنی من میشم کسی که ریسرچ انجام میده و کوردینیت میکنه ریسرچ خودشو. نگو که ریسرچ کوردینیتور یعنی که شما تقریبا ریسرچ همه مردم رو کوردینیت میکنی جز مال خودت، خودت ریسرچ نداری. من اصلا اطلاعی نداشتم و فکر میکنم این چیز مهمیه که بچه ها بدونن، کسایی که گوش میکنن، فقط به امید این که آخ من ریسرچر میشم با دو تا چمدون بلند شدم اومدم امریکا. و خیلی پدر مادرم پشتم بودن و تشویقم میکردن، ولی پدرم خیلی خودشون پزشک بودن، استاد دانشگاه شهید بهشتی بودن و بابام میگفتش که آخه بابا جان ریسرچ عاقبت به خیری نداره، ریسرچ نون و آب نداره، بیا برو تخصصتو بخون، بیا برو همینجا دانشگاه فلان. خلاصه یه مقداری مقاومت بود، یه مقدار زیادی هم همه میگفتن ریسرچ یعنی چی؟ این تحقیقات که میگی تو چی میخوای حالا تحقیق کنی؟ من خودم هم خدایش نمیدونستم، من فقط اینو میدونستم که بله من الان میرم ریسرچر میشم. و من اومدم امریکا 6 ماه توی اون دپارتمان به اصطلاح پالمونری ریه کوردینیتور بودم. 2 ساعت کوردینیتور بودی، یعنی بعد مریض میومد نمیدونم مینوشتی اسمشو مینوشتی وارد پروتکل میکردی، بعد 1 ساعت دیگه کتتو در میآوردی کافی درست میکردی، بعد 2 ساعت دیگه دوباره میگفتن کتتو ببوش مریض ببین، یعنی دکتر بودی، منشی بودی، پرستار بودی،
نمیدونم رئیس بخش بودیم، همه چی در حقیقت در حال انجام شدن بود در همون یه پوزیشنی که یه بخور و نمیرم حقوق خیلی کمی هم داشت و من خیلی احساس میکردم که خیلی دارم کار مهمی انجام میدم. بعد از اینکه 6 ماه گذشت، تقریبا نزدیکای 6 ماه شد، من متوجه شدم که نه تنها من ریسرچ انجام نمیدم، بلکه من دارم در حقیقت من اینجا نخود هر آشم، به اضافه اینکه این ریسرچ نیست، این چیزی نیستش که من تو تخیل خودم میخواستم به عنوان تحقیقات انجام بدم. و این باعث شدش که من رفتم پیش همون پروفسوری که میشناختم و بهش گفتم که دکتر چمبرلین، من احساس میکنم که این ریسرچ نیست. گفت ببین لیلا، هر کسی که کسی شده در ریسرچ از بیسیک و لابراتوری شروع کرده، باید از بیسیک ساینس شروع کنی. و این باعث شده که من تازه اونجا متوجه بشم که ریسرچ یعنی چی. ببینید، تعریف موفقیت به نظر من داشتن یه هدف خاصه در یه زمینه خاصی. شما ممکنه موفقیت رو از بعد کاری نگاه کنین، یا موفقیت رو از بعد اجتماعی نگاه کنین، یا از بعد شخصی نگاه کنین. یه نفر میبینین موفقیت رو در معنویات میدونه، یه نفر موفقیت رو در مادیات میدونه، یه نفر یک خانم خانه‌دار میتونه موفق باشه و موفقیتش رو در کودکانش ببینه که بزرگ بشن، به سر و سامون برسن، نوه‌دار بشن، سالم باشن، بچه‌های خوبی باشن. یک آقای مغازه‌دار ممکنه موفقیت خودش رو در کارش ببینه که فروشش زیاد بشه یا مثلا چند تا شعبه باز کنه. یک دانشجو ممکنه موفقیت رو فقط در قبول شدن در یک امتحان خیلی سخت بدونه، یا اصلا بگه من تمام عمرم آدم موفقی بودم چون نمره‌هام همیشه 20 بوده. من خودم شخصا فکر میکنم آدم موفق برای من به عنوان لیلا اینه که من هم مادر خوبی باشم، هم زن خوبی باشم برای شوهرم، هم انسان خوبی باشم برای آدمایی که با من دوستن و آشناها و کسایی که منو میشناسن، همین که بتونم از نظر کاری در حدی که در توان خودم هست و هدفی که برای خودم گذاشتم و بتونم بهش برسم. این از نظر من تعریف موفقیت، ولی برای من این موفقیت حساب میشه. ممکنه کس دیگه ای از بیرون نگاه کنه و بگه نه، شما همچین کار خارق‌العاده‌ای هم نمی کنید، این موفقیت خاصی نیست. به نظر من، برای شخص من این موفقیت. آیا اشتباهات یک شخص باعث موفقیتش میشه؟ بله، اگر کسی از اشتباهش درس بگیره و این باعث بشه که این اشتباه مفهومش این باشه که این شخص داره تلاش میکنه تا به یه جایی برسه، یه کاری رو انجام بده، بنابراین اشتباه به خاطر تلاش کردنشه و به خاطر عدم آگاهیشه، ولی بعد از اون اشتباه از اون اشتباه درس میگیره و یاد میگیره و باعث میشه که بیشتر فعالیت بکنه. خب 100% سختی کشیدن برای تقریبا هر کاری شما الان از هر کسی بپرسین به شما میگه که من با سختی به اینجا رسیدم. سختی کشیدنم فقط سختی مادی نیست، سختی فیزیکی نیست. من خودم شخصا وقتی که اومدم امریکا، همون 6 ماه اول نمیدونستم چپ و راست کجاست، ریسرچ یعنی چی، و وقتی که به من گفتن که باید توی فرض کنین لابراتوری کار کنیم، من به عنوان یه دانشجویی که قبلا پزشکی، یه پزشکی که هرگز در آزمایشگاه کار نکرده، اصلا نمیدونستم در و دیوار آزمایشگاه چه شکلی هست. یعنی ما یه چیزایی تو آزمایشگاه شیمی انجام داده بودیم، یه مش حیوانات رو مثلا دایسک کرده بودیم، این چیزا در این در حد پزشکی، ولی من نمیدونستم ریسرچ و تحقیقات یعنی چی، نمیدونستم کار در آزمایشگاه تحقیقاتی چه دیسیپلین خاصی رو داره، کی کیه، چه جوری انجام میشه. خلاصه من روزی که اومدم با کسی که منو استخدام کرد مصاحبه کنم، رزومی من نصف صفحه بود با خط درشت، فاصله‌هاشم زیاد کرده بودم که مثلا صفحه پر بشه، و تنها چیزی که توش بود اینه که بله، من مثلا از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، دانشگاه پزشکی خوندم و علاقه من به موسیقی و ورزشم هستم، همین دیگه، چیزی نداشتم بنویسم. بعد اون رئیس من اون موقع این رزومی رو مثل نون کباب که میذاریم، اینو مثل کباب اینو زیر رو کرد، گفت فکر بقیه داره، دید پشتش هم چیزی نیست. بعد انداخت جلوم گفتش که از خودت بگو چی میدونی از ریسرچ. گفتم بذار من راستش رو بگم، چون به نظر من واقعا راستش باید، آدم همیشه باید راستش رو بگه. گفتم ببین، من از هیچ چیزی از ریسرچ نمیدونم، ولی سه تا خصوصیت دارم. یکی این که خیلی کار میکنم، یکی این که خیلی زود یاد میگیرم، و خیلی هم دوست دارم که ریسرچ انجام بدم. من فقط منتظر یه فرصتم، به من یه فرصت بده.
و این برای من شد یه دریچه‌ای و یه دری که باز شد به روی ریسرچ، چون اون آدم قبول کرد منو برای، گفت من فقط برای 6 ماه میگیرمت با حقوق نصف اون حقوق قبلی. یعنی واقعا از نظر مادی فشار می آورد، ولی به من فشار می اومد، ولی من به خودم گفتم پرفکت، این الان موقعیتیه که من میتونم وارد بشم و شروع کنم. و من فکر کردم حالا مثلا الان یهو ریسرچر شدم، گفتم نه خیر، تکنسین درجه 3. حالا من نمیستم تکنسین درجه 2-3 هم داره. خلاصه من گذاشتن زیر دست یه تکنسین که من از اون تکنیک یاد بگیرم. تکنیکم دانشگاهی که من در اونجا بودم، در دانشگاه لویویل، من در بخش مطالعات خواب شروع به کار کردم که البته الانم تخصص منونه، ولی وقتی که من در آزمایشگاه شروع کردم ما با حیوانات کار میکردیم و من هیچ چیز راجع به بیماری های خواب نمیدونستم. من یه چیزایی راجع به خواب و رویا و این حرفا میدونستم، یه چیزایی هم کم و بیش این ور اون ور خونده بودم و اطلاعات ما اون موقع زیاد نبود راجع به بیماری های خواب و در دانشگاه ما هم چیزی به عنوان مثلا موضوع خواب تدریس نشده بود. اینه که من از صفر شروع کردم دوباره خوندن، دوباره یادگیری، و صبح میومدم با کفش ورزشی و تیشرت حیواناتی رو که باید آزمایش میدادیم. و من در این دوران واقعا سختی کشیدم از نظر فکری، به خاطر اینکه خودم یه شکی داشتم که آیا من دارم درست انجام میدم، آیا من دارم برعکس همه ایرانیایی که از ایران میان و مستقیم میرن امتحان میدن و میرن یو اس ام ال میدن بعد میرن رزیدنسی، آیا من دارم کار عجیب غریبی میکنم؟ و از اون طرفم خب کسایی که نمیدونستن هی به من میگفتن تو مگه دکتر نیستی؟ اینجا چیکار میکنی تو لابراتوری؟ تو داری چیکار میکنی؟ داری وقت تلف میکنی؟ بعد این 6 ماهه که من کار کردم، خوشبختانه حدود تقریبا 7 ماه 8 ماه از این 6 ماه اول که به اصطلاح دوره آزمایشی من که گذشت، من متوجه شدم که حتی فرصت نوشتن مقاله دارم و من یه خلاصه مقاله نوشتم که خوشبختانه در یه دونه کنفرانس قبول شد و رئیس من اومد. من قشنگ یادمه همش نصف صفحه نیست یه خلاصه مقاله، یه ابسترکت بهش میگن، برای من خیلی مهم بود. گفت دکتر خیراندیش، ما شما رو اینجا نگه می‌داریم. که من اون موقع احساس کردم که دنیا رو به من دادن و اون زحمتی که کشیده بودم، اون سختی که تحمل کرده بودم برای من از نظر فکری نتیجه داد. و بعد خب من اونجا در اون لابراتوری 4 سال کار کردم تا بعد از اون من تازه وارد سیستم فلوشیپ و غیره شدم که به من یاد دادن که تخصص پزشکی خواب چیه و بیماری ها رو یاد گرفتم، مریض می دیدم غیر و ذالک. و این موضوع از سال 2004 که من فارغ التحصیل شدم به عنوان یک جونیور فکلتی که وارد این رشته شده، الان که سال 2000 تازه شده 2015 میلادی، من در عرض این 10 سال گذشته موفق شدم از صفر، از یه تکنسین درجه 3 بشم یه فول پروفسور در دانشگاه شیکاگو، که فکر میکنم برای من در نوع خودش خیلی مهم بود و خیلی هم مایه مباهات بود برای خودم. کسانی که تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشتن و من به عنوان الگو بهشون نگاه میکنم، در درجه اول پدر و مادرم بودن. پدر من یه استاد خیلی مهربون، یه پزشک خیلی حاذق و خیلی مردمی بودن که تو دوران زندگی من فقط تا زمانی که ایران بودم کنارشون بودم و هر روز میدیدمشون. اما این طوری که پدرم زندگی کرد و متواضع بود و با وجود اینکه آدم شناخته شده ای بود، اما خیلی 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 دوست داشت و زندگیشو برای مریضا و همسایه و دوست و آشنا و فامیل میذاشت، این برای من خیلی مهم بود. پدرم خیلی مرد محبوبی بود و من این برای من یه چیز مهمی بودش که اونو از ایشون یاد بگیرم. و همیشه برای من نصیحت‌های پزشکی که به من میدادن نصیحت علمی نبود، همیشه اون قسمتی رو از پزشک برای من میگفتن که یک شخصیت پزشکی به من. همیشه پدرم گفت پزشک یه دکتر فقط نیست، شما یک حکیمی، یک کسی هستی که مردم اسرارشون رو به شما میگن و با شما شیر میکنن. اینی که باید لیاقت خدمت به مردم رو داشته باشی، این برای من مهم بود. و همچنین مادرم که خیلی خانم اجتماعی و خوش برخوردی هستن، خیلی دست و دلبازن و واقعا برای ما زحمت کشیدن. اینکه برای من الگوی من به عنوان یک زن و یه همسر مادرمه. وقتی که اومدم به امریکا و با شوهرم آشنا شدم و اینجا ازدواج کردم،
ایشون هم استاد همین رشته که هستن که من توش تحصیل کردم و من زیر دست ایشون اصلا تربیت شدم در این رشته. و از اون موقع من ایشون رو به عنوان کاری کردم، الگوی کاری خودم، برای اینکه واقعا فعالن، واقعا موفقن. البته ایشون خیلی باهوشن، ولی این دلیل نمیشه که من نتونم اون چیزایی رو که یاد گرفتم منم انجام بدم. حالا منم یه هوشی دارم، ولی در اون حد نیست. به هر حال آدم باید واقعیات خودش رو بدونه و بدونه که خودش رو بشناسه، بدونه که چی داره و چقدر لیاقت داره و چقدر مایه داره. شما اگر هدفتون رو در حد معقول و ریالستیک بذارین، شما هم میتونین به اون هدفی که دارین برسین، حالا هدفتون هر چی میخواد باشه. خیلی های دیگه هم تو زندگیتون هستن که شما ممکنه اسم نبرین، ولی شما از اینا یه چیزی یاد میگیرین. از یه بچه کوچیکم شما ممکنه چیزی یاد بگیرین. ولی من این سه نفر فکر میکنم در زندگی من برای من خیلی نقش اساسی دارن و درسته که همشون خانواده هستن، ولی خب من با وجود اینکه در خارج زندگی میکنم یک خانم بسیار ایرانی خیلی خیلی به اصطلاح ترادیشنال هستم و زندگی خانوادگی و فامیلی برام خیلی مهمه. الانم که دو تا بچه کوچولو دارم، یک پسر بزرگم 8 سالش امین و پسر دومم 3 سالش عمران. و بچه های منم من سعی میکنم اونا هم بفهمن، متوجه بشن که باید پدرشون رو نقش الگو برای خودشون بذارن. البته خب کوچیکن، ولی کن من سعی میکنم که این فرهنگ خانواده رو تو بچه هم پرورش بدم. چون وقتی شما میان خارج زندگی میکنین، درسته که یه چیزایی هست که اینجا تنوعات زیادی داره، ولی خب خارج زندگی کردن و مهاجرت یه مشکلاتی رو هم داره که شما دورین از خانواده، دورین از اون ساپورت سیستمی که شما در ایران دارین و متوجهش نیستین. اینجا شما 5 دقیقه میخواین برین بیرون، کسی نیست که بچه رو پیشش بذارین. شما اگر قصه دارین میخواین با یکی صحبت کنین، کسی نیست که زبان شما رو بفهمه. مخصوصا برای من که شوهرم ایرانی نیستن ولی با فرهنگ ایرانی آشنا شدن، برای من خیلی مهمه که خونه من بوی خونه ایرانی رو بده. بچه های من پلو خورش دوست دارن، شوهر من فسنجون دوست داره و سنتور دوست داره و هر بارم میریم ایران ما یه مقدار زیادی اضافه وزن پیدا میکنیم، چون فامیلامون دیگه واقعا سنگ تموم میذارن، دلشون میخواد از شوهر من که یه خارجیه خیلی خیلی پذیرایی کنن و اونم خیلی به کالچر ما علاقه داره. یکی از بهترین خاطرات زندگیش وقتی که رفت تخت جمشید رو دید که اصلا باورش نمیشد و میگفت مثلا متوجه نشدم ایران یه همچی جایی رو داره، چرا شما از این استفاده نمیکنید. یا مثلا وقتی رفتیم بازار تهران که براش خیلی خیلی جالب بود، یا وقتی عروسیمون در ایران بود و رفتیم بازار آینه و شمدون، اینا براش خیلی خیلی کالچر ما خیلی جالبه، همونطور که کالچر اونا برای ما هم جالبه. اما من سعی میکنم که بچه های من توی فرهنگ میکسی دارن بزرگ میشن، اما نمیخوام که فقط به عنوان اینکه شما در آمریکا هستین چیزی لازم نیست بدونین یاد بگیرن. پسر بزرگ من خیلی قصه های شاهنامه رو دوست داره، البته متوجه نمیشه، نمیتونه از روش بخونه، ولی من هر شب براش یه قصه از خودم، یه چیزایی که بلدم و اضافه میکنم به یه چیزایی که بلد نیستم و یه قصه میسازم. اولش قصه رستم و زال و اینا، بعد دیو سفید دیو سیاه، بعد دیگه خیلی این از برنامه دیو خوشش اومده، من دیگه حالا دیوای خط خطی و خال دار و اینا رو هم توش زدم. ولی سعی میکنم که بچه من هم متوجه بشه که ایرانی بودن باعث افتخاره، اصلا خجالت نکش، مسلمان بودن این دینته، همونطور که همه دین دارن تو هم دین خودتو داری و ما هم فرهنگ خودمون رو داریم، خیلی هم چیز خوبیه. هر جا هم رفتی سرتو با افتخار بلند کن. هر جا هم من سر کار هستم کسی از من پرسه I ran، همچنین با سوال، با مثلا ناراحتی، با حالت ترحم، من میگم Yes I ran. بعد اونا میپرسن داعش گلشیفته، من میگم نه مریم میرزایی نوبل فیزیک، نوبل ریاضیات، نوبل پیس، شیرین عبادی، نمیدونم پروفسور سمیعی، پرژن کت تالا دیدی، پرژن راک تالا دیدی، نمیدونم پسته ایرانی تالا خوردی خورسو. بعد اونا یه هم میگن I ran، بعد یادشون میفته. منم همیشه، البته پرژن یه چیزیه که کلمه پرژن رو بعضی دوست ندارن استفاده کنن، اینجا جا افتاده، شما میتونین بگین پرژن هستم یا ایرانی هستم، ولی مهم اینه که شما به خودتون اطمینان داشته باشین، اعتماد به نفس داشته باشین و از فرهنگ و کالچری که دارین خجالت نکشین. اتفاقا خیلی هم باعث افتخاره، چون شاید اگه آمار رو نگاه کنین، نصف بیمارستانهای امریکا رو دارن پزشکان ایرانی میچرخونن و الحمدلله همشون هم موفق هستن.
اگر بچه های من یه روزی بخوان رشته من و شوهرم و پدر بزرگشون رو دنبال کنن، خب باعث افتخار و خوشحالیه. ولی اگر هم تصمیم بگیرن که در هر رشته دیگه ای وارد بشن، من 100% تشویقشون میکنم. برای اینکه برای من مهم نیست که بچه من پزشک بشه، برای من مهمه که بچه من موفق باشه تو اون چیزی که میخواد و بره اون رشته رو که دوست داره دنبال کنه. من خوشبختانه تونستم رشته ای رو که میخواستم، چیزی رو که میخواستم بهش برسم، با وجود اینکه برعکس همه آن کانونشنال بود و همه میگفتن تحقیقات چیز عجیب و غریبیه و آبونون نداره، ولی اگر که پسر من بخواد بره دنبال هر رشته ای، من تشویقش میکنم. من از بچگیم دوست داشتم، بچگی بودم دوست داشتم چکاره بشم. من از بچگیم دوست داشتم پزشک بشم. یادم کلاس دوم دبستان یکی از دوستام افتاد و دستش خیلی درد گرفت تو مدرسه، بعد من با خطکش و روسری برای این آتل بسته بودم. بعد معلمم تشویقم کرد و وقتی برای اون جوجه 5 تومانی می‌خریدن مریض می‌شد، همیشه می‌مردن. نمی‌دونم چرا این جوجه‌ها نمی‌موندن، ولی من همیشه آسپرین بهشون می‌دادم، دکتر بازی در می‌آوردم. از بچگی دوست داشتم پزشک بشم. حالا شایدم خب تاثیر اجتماع و خانواده و پدرم هم بود، ولی این یه چیزی که جز این خودم رو جای دیگه نمیبینم. خدایش هم هیچ استعداد دیگه در چیز دیگه ندارم. یه روز معمولی من چطوریه؟ صبح که حالت تراژدی الهیه، چون که ساعت 6 صبح بلند میشیم، بودو بودو بچه ها رو حاضر میکنیم، صبح نمیدیم به خاطر اینکه شیکاگو خیلی خیلی سرده، شما بهتر میدونین. بچه هامون مثل فضانورد لباس میپوشن و میکنیمشون تو مدرسه. بعد از اون موقع تازه من یه نفس میکشم، من شروع میکنم به کار کردن. از تقریبا 8 صبح من توی آفیسم هستم و چون رئیس مرکز تحقیقاتم کار فیزیکی زیادی ندارم، ولی بیشتر کار فکریه و روی کامپیوتره. اینه که من تو آفیسم تا ساعت 5 بعد از ظهر دیگه، حدودای 5:30 اینطورا من میام خونه و دوباره همون قصه های صبح تکرار میشه. بچه ها از مدرسه میریزن خونه، شام میخوان، بعد بچه ها دوباره حموم باید بکنن و قصه دیو سفید و سیاه رو بگیم و بخوابن. ولی سر کار اون موقعیه که بین اون 8 تا 5 من خیلی فعالیت های مختلف علاوه بر کارم دارم. من یک صفحه رو راه انداختم برای متخصصان ایرانی که روی صفحه لینکدین، که یه شبکه اجتماعی مجانیه و حدود 12,000 نفر عضو داره و من جواب سوالات رو میدم، بعضیا اینتراکت میکنن، فیسبوکم رو چک میکنم، مقاله میمیسم، تلفن میکنم، اسکایپ میزنم. خلاصه شما هر کاری بگین من تو این فاصله انجام میدم علاوه بر کارهای علمی. توصیه برای بیننده های شما اینه که اگر شما جوون و میخواین مهاجرت کنین، قبل از اینکه مهاجرت کنین درست به موضوع مهاجرت فکر کنین. موضوع مهاجرت فقط این نیست که شما فیزیکی از یه جایی برین یه جای دیگه، روی خانوادهتون، روی زندگیتون، روی هدفتون فکر کنین. برای اینکه وقتی که شما مهاجرت میکنین، شما نه تنها خودتون دارین از نظر فیزیکی از یه کشور خارج میشین، به یه کشور دیگه میرین. به این توجه کنین که شما تنها هستین و همه اون چیزایی که در ایران دارین رو باید پشت سر بذارین. دیگه نمیتونین بیان بگین من بچه فلانی هستم، نمیدونم خواهر فلان کس هست، اینا مهم نیست. شما اینجا به عنوان یک مهاجر فقط خودتون هستین و عرضه خودتون، زحمت خودتون و کار زیاد خودتون. اما خوبی مهاجرت برای من این بودش که هر چقدر زحمت کشیدم نتیجه شو دیدم. و چیز دیگه که فکر میکنم نصیحتی که خیلی مهمه اینه که هیچ وقت وقتی کار رو انجام میدین و به مانع برمیخورین، فکر نکنین که نه نمیشه، ولش کن. این ولش کن از سرتون بیرون کنین. کار نشد نداره. همونطور که من تونستم و دیگران تونستن، شما هم میتونید.